میخوام به یه مطلبی خیلی سریع اشاره کنم هموطنان عزیزم، چرا که ما هنوز از هموطنان عزیز اون مطالبی رو میشنویم نسبت به عزیزانی که ایمان مسیح دارن و یا هموطنانی که هنوز مسیح ایمان ندارن نسبت به شرایطی که در ایران هستش. میخوام با دو گروه صحبت کنم. یک، با گروه اولی که میخوام صحبت کنم، اون گروهی از مردمانی هستن، مردم چه ایرانی هایی که در ایران هستن چه ایرانی هایی که خارج هستن و تصور میکنن و به این نتیجه رسیدن که نظام اسلامی و آنچه که در ساختار نظام اسلامی اینک هست باعث رنج اونها شده، با طبیعت اونها، با فکر اونها، با احساس اونها، با عقاید اونها همخونی نداره. برای مثال شخصی هستش که اندیشه آزاد سیاسی داره و میبینه که نظام اسلامی به هیچ وجه این امکانات رو به اون نمیده که اون اندیشه آزاد سیاسی، اندیشه آزاد هنری، اندیشه آزاد اجتماعی و فرهنگی داشته باشه اون شخص. و یا شخصی که تصور میکنه که ذهنش نمیتواند بپذیره، روحش نمیتونه بپذیره یه شخصی که دزدی کرده باید دستش قطع بشه، شخصی که بر فرض مثال هم عقیده نیست باید گردنش قطع بشه، باید کسی که با اسلام و با نظام اسلامی هم باور نیست باید زندان بره، نمیتونه. امر معروف و نهی از منکر در اسلام رو قبول نداره و مخالف این نظام هست. عزیزان، نظام اسلامی ساختارش یک زیر ساختار داره. زیر ساختار اون از کتابی به نام قرآن میاد، کتابی که با ادبیات و گفتار و پندار شخصی که 1400 سال پیش به نام محمد بود و محمد اون رو انتقال میده به مریدان خودش، حالا بر فرض بگینیم به خلیفه ها و امام ها و عثمان رو عثمانی ها و و و میرسه به شخصی به نام خمینی در ایران، به شخصی به نام خامنه ای، که این زیر ساختار از همون اومده. اگر شما که امروز خودتون رو در جایگاهی میبینید که مخالف نظام اسلامی هستید، این رو بدانید شما در اصل مخالف زیر ساختار این نظام هستید. یعنی شما نمیتونید بگید من مخالف نظام اسلامی هستم اما زیر ساختارش رو قبول دارم. عیسی مسیح هم میگه اگر درختی که تلخ هست میوه‌ش هم تلخ میشه. علت تلخ بودن این نظام اسلامی نه اینکه این ساختاره، زیر ساختارش تلخ بوده. پس هوشیار باشیم، فرصت هست، اندیشه کن، تحقیق کن عزیز من، فقط نه یا این گونه نگاه کن. مثل اصلاح طلبا نباشیم، اصلاح نمیشه، اسلام اصلاح نمیشه، 1400 سال اصلاح نشده، شما نمیتونید شکل اون رو عوض کنید. اگر مخالف نظام اسلامی هستی، شما تو یک کادری قرار دارید به نام اپوزیسیون. اپوزیسیون که ریشش از زبان فرانسوی گرفته میشه، اپوزیسیون گفته میشه، یعنی مخالفین. پس شما چه بخواهی و چه نخواهی، به عنوان مخالف نظام اسلامی توی اپوزیسیونی هستی که سیاسی هستی، به نوعی مخالف هستی، مخالف نظام اسلامی هستی. اگر مخالف نظام اسلامی هستی، نظام اسلامی زیر ساختش اسلامه، اسلام و قرآن و محمد هست عزیز من، و مطابق آیاتی که در قرآن هست نظام اسلامی کاری رو داره میکنه که تقریبا مثل اون انجام میده، تقریبا داره انجام میده، اگر نه از این خیلی بدتر هست. هموطن عزیزم، پس اندیشه خودتو باز کن، ذهن خودتو باز کن، بدون کجا ایستادی. تصمیم آخر رو اجازه ندید که بذارید سالها بده، همین الان تصمیم رو بگید. چرا باید با سالها بگذره تا متوجه بشید که اسلام از طرف خدا نبوده، محمد از طرف خدا نبوده، خمینی، خامنه ای مرید همون محمد بودن. عزیزان، داعش مرید اونها بودن. خب پس تصمیم تو بگیر هموطن عزیزم، تحقیق کن، خودت رو خلاص کن از این مذهب اسلام تا کشورت آزاد بشه، تو آزاد بشی هموطنم. اما از پنجره تعصب لطفاً نگاه نکن. روزگاری من از پنجره تعصب نگاه کردم و انجیل رو مطالعه نکردم تا مسیح منو ملاقات کرد، فهمیدم چه اشتباهی کردم. از پنجره تعصب نگاه نکن. اما اینک میخوام با ایمانداران مسیح چه در کشور و چه خارج از کشور صحبت کنم. اگر شما به عنوان یک ایماندار مسیح هستید و شما تصور میکنید که باور اسلامی نتوانسته شما را نسبت به محبت و عدالت و حکمت و آرامش ارضا بکنه،
هموطن عزیزم، باز شما مخالف هستید، توی اون اپوزیسیون هستید، بخواهی نخواهی، کشیشی، خادمی، نوایمانی، ایماندار قدیمی هستی، شما سیاسی هستید. چرا؟ چون شما تو کادر اپوزیسیون هستید. اپوزیسیون یعنی مخالف. شما مخالف این نظام اسلامی هستید. حالا شما میگید که من مخالف نظام اسلامی هستم، درسته، مخالف ساختارش هستم، درسته، باورم رو عوض کردم، به مسیح ایمان آوردم، اما من نمیخوام مسئول پذیر باشم. لذا مسیحیت مسئولیته. آمین. از مسئولیت فرار نکن. در هر جایگاهی که هستی، چه به عنوان کشیش، کمک کشیش، خادم، شما مسئولید. آمین. از طرف خدا که اندیشه کنیم برای دردهای جامعه. حالا میگی من منطقیه، میگی من نمیدونم، منطقیه، میگی من نمیتونم، منطقیه، میگی من نمیخوام. اوکی، نمیخوای، اما میخوام به شما بگم من میدونم، من میتونم به فیض خدا من. آمین. و من به قوت خدا میتونم و میخوام انجام بدم. عزیزان، خواهش میکنم کنار نشینید. مشروط بر این که مایل هستید ایران ما آزاد بشه، این نظام اسلامی سرنگون بشه. آمین. ایران آزاد داشته باشیم. و تو خادم خوب خدا که رویاها داری، تو کشیش عزیزی که این دل رو داری برای ایران، کنار نشینید. ایران که آزاد شد، تو هم سهمی داری. آمین. که ایران رو آباد کنی، چرا که خدا به تو این سهم رو داده که فکر ایرانی ها رو آزاد کنی. آمین. روح اونها رو آزاد کنی. اگر امروز ما کنار بشینیم، چگونه میتونیم بگیم در آینده سهمی خواهیم داشت برای آبادانی کشور عزیزمون ایران؟ باز میگم، میگی نمیدونم، نمیتونم، نمیخوام. من میگم با فیض خدا من میدونم، میتونم، با قوت خدا میخوام این کار انجام بدم.